بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کتاب شرح درس های مهم برای عموم امت. دوم، زکات. و زکات به دو قسم تقسیم می شود. یکم، زکات مال و آن رکن سوم ارکان اسلام است و آن بر هر مسلمان آزاده که مالک نصاب است واجب است. در مال زکات نیست تا که در بالای آن یک سال گذرد، بجز آن چیزی که از زمین می براید و آن چیز تابع اصل است، مانند زیاد شدن نصاب و فایده تجارت. پس همانا گذشتن سال این دو گذشتن سال اصلشان است و به چهار قسم تقسیم می شود. زکات بدن، آن زکات فطر است و به چهار قسم تقسیم می شود. یکم، طلا و نقره و آنه که قایم مقام این دو است، از امله ها، از سوم ها و غیره. نصاب طلا 20 مثقال 85 گرم و نصاب نقره 200 درهم 595 گرم می باشد. دوم، حیوان های چرنده که بیشتر از تمام سال را از علف مباح می چرند، مقصد از چهار پایان شتر، گاو، بز و گوسفند است. سوم، هرچی از زمین می روید که منظور دانه ها و میوه ها است. چهارم، مال های تجارتی که شامل هر چیزی است برای خرید و فروش تهیه شده است. دوم قسم زکات، زکات بدن است. آن زکات فطر است. این زکات به هر مسلمان بزرگ، خرد، مرد یا زن، غلام یا آزاد واجب است. اهل زکات، یکم، فقیران. آنها نیازمندانی هستند که چیزی نمییابند یا بعضی چیزی کفایه میکردگی را مییابند. دوم، مسکینان. کسانی هستند که بیشتر از کفایه یا نصف آن را مییابند. پس اگر فرض کنیم که برای یک سال 12,000 کفایه است، پس فقیر کسی است که از 6,000 کمتر دارد یا چیزی ندارد و مسکین 6,000 یا بیشتر دارد و به 12 نمی رسد، زیرا ما مسکین و فقیر را کفایگی یک ساله را می دانیم، زیرا زکات در گذشت سال واجب می شود. سوم، کارمندان زکات، یعنی جمع آورندگان و نگهبان و وظیفه دار شدگان به تقسیم آن می باشند. آنان را پادشاه وظیفه دار می کند و در آنها وصف فقر شرط نیست، بلکه از مال زکات داده می شوند و اگرچه بای باشند. چهارم، دلجویی شدگان، یعنی از جمله کسانی که اسلامی او را یا از شرش دست برداشتن یا قوت ایمان او را چشم داشته می شود. پنجم، آزاد کردن غلام و آنها، یعنی مکاتبه مسلمان و او غلام است که خودش را از مولایش می خرد و آزاد کردن غلام مسلمان و یا آزاد کردن اسیر مسلمان. ششم، قرضداران که آنها به خاطر اصلاح بین دشمنان قرضدار است و یا برای خودش قرضدار است. و عوف و خلاص کردن قرضدار فقیر از قرض به نیت زکات جایز نمی باشد. هفتم، در راه الله، یعنی غازیان و به آن چیزی که از سلاح و غیر محتاج می شوند شامل می شود. هشتم، پسر راه، یعنی اون مسافر راهگذر است که نفقهش تمام شده است. پس از مال زکات مقدار داده می شود که او را به شهرش می رساند. بر یکی از آنان دادن زکات جایز می باشد و دادن زکات برای بای نیرومندی که توانایی کار دارد و خاندان محمد صلی الله علیه و سلم که آنها بنی هاشم و مولاهای آنان است حلال نمی باشد و نه بر کسی که نفقی آن بر زکات ده واجب است و نه برای کافر، اما دادن صدقه های نفلی به آنان و غیرشان جایز می باشد. ولیکن هر گاهی که نفی عام یا خاص بیشتر باشد، پس آن کامل تر می باشد. تعریف های مهم. بنت مخاز، یعنی شتری است که یک سال را کامل کرده است و این اسم نامیده شده است زیرا مادرش حامله است. بنت لبون، یعنی شتری است که 2 سال را کامل کرده است و این اسم نامیده شده است زیرا مادرش شیر دارد. حقه، یعنی شتری است که 3 سال را کامل کرده است و این اسم نامیده شده است زیرا آماده برای جفتگیری شتر نر با اوست. جزعه، یعنی شتری است که 4 سال را کامل کرده است و این اسم نامیده شده است زیرا در این سن دندانهای پیشش می افتد. طبیع یا طبیعه،
و گاوه گفته می شود که یک سال را کامل کرده است. مسنه یعنی به گاوه گفته می شود که دو سال را کامل کرده است. نصاب های زکات حیوان ها و مقدار آن. گوسفند و بز. گوسفند و بز از 40 تا 120 یک گوسفند زکات داده می شود. از 121 تا 200 دو گوسفند زکات داده می شود. از 201 تا 300 سه گوسفند زکات داده می شود. بعد از آن در هر 100 تا گوسفند یک گوسفند می دهد. شتر. شتر از 5 تا 9 یک گوسفند زکات داده می شود. از 10 تا 14 دو گوسفند زکات داده می شود. از 15 تا 19 سه گوسفند زکات داده می شود. از 20 تا 24 چهار گوسفند زکات داده می شود. از 25 تا 35 بنتی مخاز داده می شود. از 36 تا 45 بنتی لبون داده می شود. از 46 تا 60 حقه زکات داده می شود. از 61 تا 75 یک جوعه زکات داده می شود. از 76 تا 90 دو بنتی لبون زکات داده می شود. از 91 تا 120 دو حقه زکات داده می شود. از 121 تا 129 سه بنتی لبون زکات داده می شود. زکات گاو و گاومش. از 30 گاومش تا 39 یک تبیع یا تبیعه زکات داده می شود. از 40 گاو تا 59 یک مسنه زکات داده می شود. از 60 گاو تا 69 گاو دو تبیع زکات داده می شود. سپس در هر 30 گاو یک تبیع و در هر 40 گاو یک مسنه داده می شود.